سلام بینندگان عزیز. افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می‌گذارد. انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر انتخابات، حکومت موقت، کدام یک؟ با این همه این گفتگوهای صلح با طالبان از کدام راه می‌گذرد؟ این روزها بحث حکومت موقت نیز یکی از بحث‌های داغ در حلقات سیاسی کشور است. خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا به گونه مستقیم با طالبان گفتگوهایی داشته است. او به گونه جداگانه نیز دیدارهایی داشت با رهبران احزاب سیاسی، رهبران و شخصیت‌های وابسته به تنظیم‌های جهادی. در همین حال ریاست جمهوری گروهی را به نام هیئت مشورتی گفتگوهای صلح برگزیده است که از همکنون در میان احزاب سیاسی با واکنش‌های مثبت روبرو نشده است. در جهت دیگر وضعیت نظام سیاسی در کشور روز تا روز پیچیده‌تر می‌شود. ما به کدام سوی روانیم؟ در گفتمان این هفته این موضوعات را با مهمانان برنامه در میان می‌گذاریم. جناب همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی افغانستان، جناب نورالرحمن اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، یونس طغرا، عضو شورای رهبری حزب جنبش ملی افغانستان و آقای میاگل وثیق، کارشناس مسائل سیاسی در بحث حضور دارند. البته باید گفته شود که جناب حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح، نیز به این بحث دعوت شده بودند، اما تا آخرین لحظه ها حاضر نشدند به بحث اشتراک کنند. میمانان عزیز، شما خوش آمدین به بحث. جناب میاگل وثیق، میخوام اول از شما بپرسم این که طالبان هنوز هیچ گونه آمادگی برای گفتگو با دولت افغانستان از خود نشان ندادن، حتی رد کردن این مسئله را، ولی با این حال تعیین یک هیئت مشورتی صلح به چی مفهوم است؟ یعنی دولت میخواد با این هیئتی که میسازه چی کار بکنه؟ به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما میمونای گرامی، بیننده تلویزیون شما. قسمی که همه فکر میکنم با این موافق خواهد بود و هم نظر با ما خواهد بودن که جنگ برد نداره و در جنگ نمیشه بالاخره مشکل یا منازعه حل شود. ما یقین که رای مذاکره باید در پیش گرفته شود. قسمی که شما میفهمین که در مجموع هم در داخل کشور و در بیرون هم کشورهای منطقه و جهان هر کدام به نوبه خود و هر کدام به یقین که هر کسی که قدم را میگذاره منافع خود را در نظر میگیره، با در نظر داشت منافع استراتژیکشون در منطقه، هر کدام طرحهای نظریات مشخص خود داره. در این اواخر به سوال شما بیم که زیاد گویا از جانب ایالات متحده امریکا که حتی زمانش که گویا در مدت 6 ماه برای آقای خلیلزاد فرصت داده شده که در 6 ماه این معضله چندین ساله باید حل شود. خب ما سرازی بسیار تبصره نمی کنم که در 6 ماه ممکن نخواد بود که همه مشکلات طور شاید و باید و ریشه‌ای طور حل شود که اصلا عوارض بعدی نداشته باشه. با یقین هر چیزی که با عجله، یعنی ما به یک نتیجه می رسیم و به پختگی خود نمی رسه و گریه های اصلی که مشکل زا است حل نمیشه، با یقین که نمیتونیم باز او را یعنی برای یک سال پایدار ما را پیدا بکنیم. ولی چیزی که طالبا در این اواخر که گویا گفتن نمیپذیره که برنامه سلر و اکثرا میگن که ما با امریکایی ها صحبت میکنیم و پیش شرط های هم دارن که نمیفهم امریکایی ها خارج شوند یا مطابق یک تقسیم اوقات که تنظیم شوه که باید از افغانستان بیرون برن، اینطور مسائل مطرح میکنن. ولی چیزی که معلوم میشه که خب ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته که در یک مدت کوتاه بالاخره به یک نتیجه برسه. خب اون بحث میانه که امریکا چی برنامه هایی داره اینجا. سخن بر سر ایست که اینجا یک شورای به نام شورای عالی صلح وجود داشت که چندین سال با یک تشکلات بزرگ اینجا کار میکرد.
در این مقطع خاص زمانی نیاز چی بوده که از این شورای عالی صلح اینجا به جای خود مانده و افراد دیگه ای را به نام یک کمیته مشورتی یا هیئت مشورتی صلح انتخاب، برای چی این افزار می سازه؟ این افزار برای رسیدن به کدام هدف می سازه حکومت؟ من فکر می کنم خب این به این مفهوم نیست که همینطور یک کمیته تشکیل شد گویا هرگاه ای را حکومتی تلقی کنیم، که اکثرا کسایی که در حکومت است به جز یکی دو چهره، گویا اهدافی که یا برنامه‌ای که حکومت داره به همین میرسه اینطور نیست. حکومت شورای عالی صلح این در سطح ملی چیز داره، ولی به نمایندگی از حکومت برای فعلا همینطور است. ولی من فکر می کنم که این ترکیب در نتیجه ملاقات ها یا صحبت هایی که با کتگوری های مختلف از جانب آقای رئیس جمهور صورت گرفته، یعنی این غنی خواهد شد و با غنای ازی من فکر میکنم سپاسگزارم همه فراهم خواهد شد. جناب جریر، شما چه فکر میکنین؟ انتقاد هایی وجود داشت که این افرادی که تعیین شده اینها نه از نفوذی بسیار گسترده اجتماعی سیاسی در جامعه برخوردار هستند، حتی دیش چهره های سرشناس نیستند. احزاب سیاسی هم در این باره یک سلسله انتقادات داشت. به نظر شما چقدر کارایی داره این هیئت یا این گروه مشورتی صلح؟ بسیار تشکر از شما و بحثی که اجازه بدین من کمی یک مقدمه بتون برای بحث. واقعیتی است که صلح پایدار و قطع دائمی جنگ در افغانستان برای مردم ما به عنوان یک ضرورت بزرگ و یک آرزوی جدی مطرح است، یک نیاز بزرگ ملی است و همه ضرورت داریم که تلاش کنیم که زودتر در افغانستان جنگ پایان پیدا کنه و ما صلح داشته باشیم. در این اواخر خوشبختانه نشانه هایی وجود داره که برای ما این را میرسانه که امیدواری وجود داره که ما به یک صلح پایدار برسیم. باز هم تردیدهای هست. این امیدواری ها را شما در کجا میبینید؟ یعنی فکر میکنین که عوامل جنگ شناسایی شده در اینجا که شما به این باور هستین؟ اگه اجازه بدین ما عرایز خودت داشته باشم به سوال شما میرسم. ایالات متحده امریکا به عنوان یک طرف مهم این قضیه مطرح است و نیتش و تلاشش در تأمین صلح نقش اساسی خواهد داشت. ما میبینیم که تغییرات جدی آمده و اونا موضع بسیار بسیار جدی دارند در رابطه با صلح. نشانه های هم وجود داره که در پاکستان تغییراتی آمده و آقای خلیلزاد به صورت جدی از همکاری پاکستان مطمئن است. حالا به چه قیمتی پاکستان حاضر به این همکاری شده، این بحث جداست. شاید امتیازات و کردیت های بزرگی را پاکستان گرفته باشه، ولی در هر صورت پاکستان حاضر به همکاری شده. من این دو مسئله را مهم میدانم. با وجود از این که دولت که یک طرف مهم اصلی داخلی قضیه است، دولت ما کمی بیمیل میبینیم و نشانه های از تردید در تصمیم گیری های دولت وجود داره و اطراف داخلی قضیه در این شک نیست جناب آقای پرتو نادری که سه طرف هستند: طالبا، دولت و قوت هایی که بیرون از دولت وجود دارند. حضور از اینا و نظراتشان در مذاکرات صلح در حیاتهایی که تشکیل میشه لازمی است. اطراف خارجی قضیه افغانستان کشورهای بزرگ جهانی و کشورهای مهم منطقه است. یعنی اگر یا به ابتکار دولت یا به ابتکار امریکا یک فضای همکاری و تساند بین اطراف خارجی قضیه با وجود نبه، کار صلح ما بازم دشوار خواهد. بازم سوال ما ایست جناب جریر، آیا همین هیئتی که تشکیل شده این یک افزار مناسب هست برای پیش بردن پروسه صلح؟
من عرض میکنم، من نظر خود گفتم حزب اسلامی به این نظر است که ما به افرادی که انتخاب شده احترام داریم، افغانای ما هستند، ولی هیئت که برای کار صلح تعیین میشه باید یک هیئت ملی باشه، هیئت دولت جزء یک هیئت ملی قرار بگیره. و یکی این بحث است. دوم، کسانی که برای کار برگزیده میشن شخصیت های تراز اول دولت و احزاب باشند، کسانی که بتوانند زبان طالبان را به صورت درست بفهمند و در این کار توفیق داشته باشند. من شخصا تحلیلم است که اگر این هیئت نهایی شود و این برد مشورتی از طرف دولت رسما تایید شود، به این معناست که دولت کار صلح جدی نگرفته. من پیشتر گفتم نیاز داره نسبت به هر کسی دولت، نسبت به هر طرفی دولت باید در رابطه با صلح جدی باشه و عملا نشان بده. تو احساس میکنیم که دولت افغانستان فکر میکنه صلح با طالبان مثل همین صلح با حزب اسلامی خواهد بود. میترسیم نادری صاحب که دولت افغانستان پروسه صلح هم مثل پروسه انتخابات سطحی فکر کنه. سپاسگزارم. خواهش میکنم. جناب اخلاقی، اصلا مذاکرات مستقیم با طالبان از طریق نماینده ایالات متحده آمریکا آغاز یافت و دیدارهای جداگانه داشت، حالا که با رهبران تنظیما و رهبران احزاب هم که دیده به صورت تنهایی دیده. این خودش یک سلسله شک و تردید در ذهن مردم ایجاد که چرا این گونه تنها دیدنها وجود داره. شما فکر میکنید که وقتی امریکایی ها میان مستقیم با طالبان به آنکه دولت در حاشیه میمانه و مردم افغانستان و احزاب سیاسی افغانستان مذاکره میکنه، به چی مفهوم است؟ یعنی به مفهوم نادیده گرفتن این دولت است که خود امریکایی هم این دولت به حیث یک طرف قضیه نادیده میگیره و مردم افغانستان را؟ سلام به هم بیننده های محترم و سلام به اعضای حاضر در بحث. من فکر میکنم شاید یک بخشش به این برگرده که آمریکایی‌ها اعتماد نداشته باشند که این حکومت می‌خواهد که صلح شود یا نه. اما قبل از اون ما می‌خوام یک بحث دیگر را خدمتتون عرض کنم. ما باید یک ارزیابی دقیق‌تر داشته باشیم که مقدمات یک تعامل فراهم شده یا نشده. مثلا آیا هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که از راه جنگ کسی پیروز نمیشه؟ من فکر می‌کنم که از اظهارات آمریکایی‌ها یک چیزی فهمیده می‌شد، اما از طرف طالبان تا هنوز چیزی شنیده نشده که اونا به این باور رسیده باشن که با جنگ پیروز نمیشن. برخلاف احساس میشه که اونا یک رویه دیگه ای گرفتن که میتونن این داستان یک بخشایش با جنگ یک طرفه بکنن. این یک بحثی قضیه است. مقدمات یک تعامل یا مقدمات صلح بخشی دیگرش ایست که طرف های مختلف تفاوت دیدگاه های طرف های دیگرشان را بپذیرن. آیا در اون نقطه رسیدن؟ طالبان دیگه مثلا وقتی وارد تعامل گفتگو میشوند، اینا به عنوان امارت اسلامی وارد گفتگو میشوند و به عنوان تحریک طالبان. وقتی به عنوان امارت اسلامی با آمریکایی‌ها وقتی نشستن دیدن، تا هنوز گفته نشده که اینا به عنوان امارت اسلامی دیدن یا به عنوان تحریک طالبان دیدن، به عنوان چی دیدن. یا مثلا این طرف ها به این نقطه رسیده که با اینمی نگاه که تا دیروز یک جمع می آمدن می گفتن طالبان برادران ما هند، در صورتی که بحث سال یک بحثی است که وقتی پیش از او یک بحثی دشمنی مطرح است، معناش است که دو تا دشمن رو در روی هم می نشینند، دو تا دشمنی که دیگه به این نتیجه رسیدن که با تداوم جنگ نمیتونن که این داستانشان ختم بکنن. ما برخلاف دیدگاهی که قبلا مطرح شد که جنگ رای حل نیست، در بعضی جاها جنگ رای حل بوده، در بعضی جاها صلح رای حل بوده. شما کلانترین جنگ های دنیا را مثلا جنگ جهانی دوم جنگ رای حلش بود، یعنی حلش کرد، جمعش کرد، مثلا ببرای تعمیر جنگ جمعش کرد. بعضی جای دیگه نمونه زیادش هست که صلح میتونه جمع کنه، اما هر کدامش باید نمو مقدماتش فراهم شده باشه که من فکر میکنم که این مقدمات در یک حد روشن تا حالا فراهم نشده. اگر فراهم شده هم برای مردم چیزی گفته نشده. به این ترتیب یک بخش اساسی ای دیدارهای مستقیم آمریکایان منشأ از این نقطه میگیره که آیا اینا میخوان که واقعا جناب اخلاقی یک وقفه داریم، برمیگردیم به شما. بینندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
جناب اخلاقی آخرین بحث خود یک بخش به همین برمیگرده که امریکایی ها اگر به این اعتقاد رسیده باشند که حکومت افغانستان به دلایل مختلف نمیخواهد که صلح شود، یا مثلا کسانی که در رأس حکومت هستند اینا فکر میکنند که خود پروسه صلح مقدماتی میشه برای رفتن اینا از قدرت، شاید یکی از دلایلی که اونا مستقیم وارد گفتگو شده باشند همین مسئله باشه. تشکر از شما. جناب طغرا، در سخنان جناب اخلاقی آمد که صلح گاهی این گونه رخ میده که هر دو طرف به بنبست رسیده باشه، یعنی در جنگ هر دو طرف به بنبست رسیده که دیگر اهداف از طریق جنگ برآورده نمیشه. حالا شما چی فکر میکنین که آیا واقعا طالبان در تلاش این هستند که با این حکومت صلح بکنن؟ و اگر با این حکومت صلح نمیکنن، با امریکایی ها صلح میکنن، اون چگونه صلحی خواهد بود؟ خب درست است، ما میپذیریم که صلح نیاز مبرم جامعه است و همه جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان تشنه صلح هستند. مگر صلح هم از خود یک شیوه داره و امو رقم که جناب اخلاقی هم فرمودن، صلح از موقف ضعیف امکان پذیر نیست. دولت قوت خود را نشان میده و مخالفین کنار میان، ولی امروز ما میبینیم که متاسفانه مخالفین از موقف بسیار قوی حرف میزنن و دولت یک موقف بسیار ضعیف به خود گرفته. با موقف ضعیف شما نمیتونین که به میز مذاکره دعوت بکنین مخالفینتان و با وا مذاکره بکنین، به خاطر که مخالفین خود را برنده احساس میکنن. وقتی که دولت با حمایت جامعه جهانی و ناتو و امریکا و همه کشورهای منطقه تا که قوت خود را از لحاظ سیاسی و نظامی هم که نشان نده، متاسفانه ما نمیتونیم که یک راه حل معقول پیدا کنیم. خب در این وضعیتی که ما قرار داریم، به نظرتان طالبان واقعا اینا هم در جستجوی رسیدن به صلح با دولت هستند؟ در شرایط فعلی ما فکر میکنم که طالبا خود را برنده میبینن و وا فعلا حکومت مرکزی را هم حذف کردن و خودشان وارد گفتگو با کشورهای خارجی، کشورهای منطقه و امریکا هم داخل شدن، که این خود ضعف حکومت نشان میده و حکومت باید هر چی زودتر کار بکنه که امو صلابت و قوت و نیروی خود را هم باید نشان بده تا که مردم هم اعتماد بکنه. شما ببینین امروز در بسیار جبهات عسکر ما، سرباز ما مورال رزمی نداره. عسکر ما با تمام تجهیزات نظامی اما صلاحیت فیر مرمی را نداره. خب اگر بسیار مشخص اگر بگوین که مثلا در این وضعیت کنونی دولت چگونه کارهای را پیش بگیره که موقعیتش برتر باشه از طالبان؟ خب در قدم اول امو رقم که از لحاظ سیاسی ما باید برتری دولت ببینیم، از لحاظ نظامی هم دولت باید بر مخالفین نشان بده که دولت قدرت هست و زور از لحاظ نظامی هم داره، مگر مایل به این است که با وا مذاکره بکنه، کنار بیا و به میز مذاکره بشینه تا یک راه حل منطقی و معقول بر پروسه صلح وا را هم دعوت بکنه. تشکر از شما، سپاسگزار هستم. جناب وثیق، فکر میکنید طالبان چرا میجنگن؟ یعنی هدف نهایی طالبان در این جنگ چیست؟ میان چند وزارتخانه میگیرن، یک جایی برای خود دفتر میسازن، برای همین جنگیدن در این سالها، یا کدام هدف بزرگ دورنمایی دارن؟ به نظر شما برای چی میجنگن؟ خوب یکی که ما میبینیم شعارا را چگونه هست و دیگه ای که امی کتگوری که طالب ها هست، آیا ای خودجوش از این چیز شده و یا روی کدام اهداف که در منطقه وجود داره به او اهداف توظیف شدن، یا کسایی هست که شما میفهمین که هیچ کتگوری عمل دولت که دولت است، هرگاه کمک های بین المللی نباشه تداوم جنگ برش مشکل است، ولی یک گروه شما طالب ها هست هرگاه همکاری هایی نداشته باشن یا به اصطلاح همو در عقب جبهه، یعنی با قوت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از هر لحاظ نظامی همکاری وجود نداشته باشه، این ناممکن است. این من به این خاطر گفتم که یعنی من میگم که اهداف استراتژیک دیگه هست که طالبا دیگه وسیله میشه. خب اگر اهدافی بسیار دورنمایی داشته باشن، بینن احتمال این که با این شرایط صلح کنن باید کمتر باشه دیگه. من بیشتر که گفتم منظورم همین بود که
زیر نام و عنوان اسلام یک پروژه به پیش برده میشه، این گپ جدا هست. ولی همونطور که شما گفتین، من فکر میکنم اینطور چیز هم نیست که صرف اگرگاه اشتراک در حکومت باشه، و اشتراک در حکومت همیلم حکومت هم این گپ میگه، دنیا هم و تلاش های در سطح منطقه هم وجود داره. خب بیاین به مسابقه یک گروه سیاسی یا حزب سیاسی وارد مبارزات سیاسی شوند، انتخابات میشه، انتخابات شرکت بکنن، البته از جانب دولت و در سطح جامعه مسئولیت لازم یا اونم کارهایی که طرفین باید یکی با دیگه بکنه این کارا باید بکنن، که به همین هم قانع نیستن تا هنوز یکی بعدا چی میشه. ولی گپ اساسی است که من فکر میکنم یعنی اهداف بزرگتر است که با خاطر او اهداف تا اونو اهداف یا مثلا اونو کرگری هایی که هست هرگاه او باز نشه، یعنی اینی سلی که من فقط طالب ها امروزی بیان و فردا که به حکومت شریک میشن تعداد سرا تبادل میشه و گپای دیگه میشه یا موضوع مسئولیت یا صحیح امن برشون، یعنی این نخواد مشکل حل خواد کرد تشکر. تا اینکه ریشه ای مشکلات حل نشه. جنابی جریر، برای رسیدن به صلح شما به میکانیزمی رسیدن به صلح نیاز دارین، به ابزارها نیاز دارین، ولی تا جایی که دیده میشه نه در شورای عالی صلح کدام میکانیزمی وجود دارد، حتی احزاب سیاسی بیشتر انتقاد میکنن به کارهای دولت، ولی خودشان هم کدام طرز العمل یا میکانیزمی ارائه نمیکنن. شما فکر میکنید که نه حکومت میکانیزمی برای رسیدن به صلح دارد، نه شورای عالی صلح، نه احزاب سیاسی، پس چگونه میتونیم این صلح را مثلا ما در چشم انتظار باشیم؟ ببینید، درست است که برای صلح شرایط لازم باید فراهم شود، ولی را بپذیریم که وضع اسفبار کشور ایجاب میکنه که ما به هر قیمتی باید طرفدار صلح. خب سخن همیست جناب جریر که ما درست است، این یک گپ اخلاقی است. شما چگونه میرسین که به اون صلح که از این وضع اسفبار بیرون شد؟ این یک آرمان است که شما گفتین، ولی برای پوره کردن آرمانتان چی میکنین؟ ببینین، این که دولت تا هنوز برنامه جدی نداره مربوط میشه و سخنگوهای دولت که دولت باید جوابگو باشه. احزاب سیاسی چی شما بگید؟ احزاب سیاسی ما در بین خود جلساتی داشتیم، ما برنامه داریم، پیشنهاد ما مذاکرات بین الافغانی است، مذاکراتی که در رو افغان ها تصمیم بگیرن. و جناب جریر میخوام از شما پرسان کنم که آیا جنگ هم بین الافغانی است؟ ببینین، من بیشتر خدمتتان عرض کردم که قضیه ما اطراف خارجی داره، در این شک نیست که تسانات و همکاری از اینا در امر صلح یک امر ضروری است. آیا دولت در این رابطه تلاش میکنه؟ جامعه جهانی، امریکایی ها تلاش میکنن؟ این بحث جداست. فعلا یک نوع تقابل وجود داره، روسا در برابر امریکایی هستن، ایرانی ها که در قضیه افغانستان قطعا نقش مهم دارن در رابطه با صلح، با ارتباطاتی که با طالبان دارن، همه اینا ضرورت هست. ولی احزاب پیشنهادشان یک مذاکرات جدی بین الافغانی است، مذاکرات فقط بین الافغانی باشه، قوتهای بیرونی کشورهای دوست ما به عنوان تضمین کنندگان این مذاکرات و توافقنامه‌ای که در نتیجه این مذاکرات به میان باید حضور داشته باشه. جناب جریر، شما وقتی که احزاب میگین، هدفتون تنها تنظیمای جهادی است یا احزاب ملی دموکراتیک دیگری هم که در افغانستان مثلا همکنون شاید حدود 70 حزبی ثبت شده ما داشته باشیم، اونا هم است؟ و شما تا حال مثلا چقدر یک فضای تفاهمی ساختین ما بین احزاب مختلف؟ ببینین، ما احزاب گفتیم، تنها مختص به احزاب جهادی نکردیم، ولی ما تعدادی از احزاب 35 حزب با هم تفاهماتی داریم که کمیته سیاسی شکل گرفته که ما آقای اخلاقی عضویت از رو داریم و نمایندگان 7 حزب در این کمیته سیاسی فعالیت میکنن. یک فضای هماهنگی و هم خیالی بین احزاب به وجود آمده. ما در اونجا بجد پروسه صلح زیر بحث داریم، انشالله که بتانیم نقش مهمی داشته باشیم.
شما میدونید که جمعیت اسلامی در بحث صلح پیشتاز بوده. ما حتی رهبرمان در یرسه شهید دادیم. بحث تشکیل شورای عالی صلح و یک مشروعیت نسبی که از یک لوی جرگه یعنی نوی گرفته بود و مثلا اینا برای شما مطرح است و معناش ایست که احزاب سیاسی بیشتر از حکومت در این زمینه تلاش کردن و تلاش ابو رقمی گفته شد این تلاش ها به پیش می رو ادامه پیدا می کنند. بحث تأخیر انتخابات، بحث حکومت موقت و مباحث دیگه ای که عنوان می شود، خب وقتی اگر صلح در یک پله ترازو بگذاریم و این مباحث، خب ارزش دار است صلح، اما باید فضا روشن باشه. ما نباید هیچ پروسه ای را مختلش کنیم برای یک چیزی که هنوز روشن نیست. به همین خاطر ما هم بیانیه داشتیم، صحبت های داشتیم. وقتی که این مسئله به صورت حتم بیایه که حالا مثلا طالبان یک شرط بگذارن که اگر حکومت موقت تشکیل شوه ما میپیوندیم به صلح، مثلا آتش بس حالا شکل گرفته، ما منتظر حکومت موقت هستیم یا مسائلی مثلی، بازو وقتی یک منطق پیدا میکنه. قبل از او قطعا معناش ایست که ما در حالی که به یک چیزی که هنوز دست نیافتنی است، هنوز یک دورنمای روشنی نداره، ما برای او پروسه ها را مختل میکنیم. ها وقتی که او رقم مطرح شد، باز یک راه مشروعیتش، یا مثلا ما میتونیم از سه تا نگاه به این قضیه ببینیم، میتونیم یک مشروعیتی بین المللی براش بتیم، میتونیم یک مشروعیتی از طریق مثلا شوراهای ولایتی و ولسی جرگه و پارلمان براش بتیم، یا یک راه دیگه برای مشروعیتش سنجیده شوه. اما وقتی حالا مطرح میکنیم میره، معناش است که قبل از وقت است، معناش است که انتخابات باید در موقعش برگزار شوه، معناش است که ما یک پروسه ای که 17 سال با قیمت خونی هزاران انسانی سرزمین تداوم یافته، ما ایرا نباید قربانی یک چیزی بکنیمش که هنوز روشن نیست و هنوز در حد یک بحثی است در پشت درهای بسته و مردم افغانستان در این زمینه چیزی نمیدانند. حالا کمیسیون این احتمال را به دست داد، گفت این احتمال وجود دارد. من فکر میکنم که کمیسیون بیشتر به خاطر ضعف مدیریت و مشکلات تکنیکی شون است که اونا میخوان انتخابات را تاخیر ببرن، نه مسئله سپاس وابسته مسئله سال. جناب طغرا، اگر فرزن این انتخابات به تعویق میفته و بعد معلوم نمیشه که چه وقت یا وقتش هم باز دوباره به تعویق میفته، فکر میکنید احزاب سیاسی از جمله مثلا حزب شما چی سیاستی را پیش خواهد گرفت؟ آیا با وضعیت موافقت خواهد کرد یا با اعتراض خواهد؟ شما طرفدار این هستین که انتخابات در زمانش دایر شود یا اینکه میگن که به تعویق بیفته تا آمادگی های بیشتر برش گرفته شود؟ خب موضع گیری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان آشکار است. از آغاز ما طرفدار یک راه حل بودیم که باید هم جریان های سیاسی، احزاب سیاسی و شخصیت های تاثیرگذار در این پروسه دخیل باشند. و چیزی که ما بیشتر با او تاکید کردیم اجماع ملی بوده و در افغانستان بدون یک اجماع ملی و اجماع منطقوی و بین المللی ما نمیتونیم که یک راه حل مطلوب در دست بیاریم. از او خاطر بود که جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری جناب جناصب دوستم به صراحت گفتند که یک شخص بی‌طرف مثل جناب ستار سیرت، یک شخصی که یک پروفسور علوم اسلامی است و هم از طرف دولت افغانستان هست هم از طرف مخالفین قابل حرمت است، اگر ما او را هم دخیل بسازیم در قضایا که نقش داشته باشه و مثل از او سایر اشخاص شاخصی که در کشور ما وجود داره، ما به این ترتیب میتونیم که نقش سازمان های اجتماعی را هم باید داشته باشیم و دستاوردهایی که ما در 17 سال اخیر داشتیم در بخش های مختلف، مطبوعات، امور زنان، جوانان و غیره، یار هم ما باید قربانی سلیقه ها نتیم و ما وقت میتونیم که رای حل مطلوب پیدا بکنیم که جستجوی اجماع ملی را داشته باشیم که تمام جریان ها خود را در او دخیل است بکنن. تشکر از شما. جناب وثیق، فکر میکنین که به تعویق افتادن انتخابات و ایجاد یک حکومت موقت میتواند که راهی باشد که صلح از آنجا بگذرد؟ البته مسئله تأخیر انتخابات زمانی مطرح میشه که قبل از این نماینده ایالات متحده آمریکا این مسئله را مطرح کرد که باید یک دوره حکومت موقت باشه تا با طالبان صلح صورت بگیره. شاید هدفشان این بوده که طالبان بیاد در انتخابات اشتراک بکنند. شما فکر میکنید که صلح افغانستان از این راه عبور خواهد کرد؟ من فکر میکنم اول خب
به طریق انداختن انتخابات این در پرنسیپ. من فکر میکنم هیچ کس به این موافق نخواهد بود. به چی مفهوم؟ خب بیشتر دولت با مخالف است. من فکر میکنم دیگرها هم. هرگاه ما ببینین چی تضمین وجود داره که انتخابات نمیشه و فردا بازی سلامه. شما ارزش هایی که 10 سال خون داده شده، چی داخلی چی خارجی، مصرف صورت گرفته، ارزش های ایجاد شده که گفتن از انتخابات و افهم آزادی مطبوعات و آزادی زن و که پای بسیار زیاد. اینی ارزش ها را همیشه نادیده گرفته و ما برای یک چیزی که هنوز روشن نیست. هرگاه ممکن است که ما بتانیم به این فائق بیاییم که صلح بیه، طرف ها به همه به این راضی شود، چرا همین به شکل نمیشه که همه گروه ها به شمول طالبان بیان شرکت بکنن به انتخابات؟ عملا برایشان امی فضا و زمینه مساعد شود تا ای که بتانند در انتخابات شرکت بکنند. باور شما جناب واسق چگونه است که امین کمیسیون کنونی ظرفیت این را داره؟ تحلیل شما چگونه است که بطور انتخابات ریاست جمهوری درست مدیریت کنند؟ خب متاسفانه که کمیسیون در انتخابات که گذشت که انتخابات شوراهای ولایتی بود، متاسفانه خوب امتحان ندادن. یعنی کاستی های بسیار جدی وجود داشت متاسفانه. یعنی ای باید بازنگری فکر میکنم نیاز است و هرگاه انتخابات بعدی هم. ولی ما نظر من این است که از هر حکومت موقتی که شما فکر کنین حکومت موقت ایجاد شد، آیا کسی دیگه از یک دنیای دیگه میه؟ از آسمان میه؟ اینمی افراد همین جامعه است، باز هم درگیر هم هستن، ولی اینمی ارزش هایی که ایجاد شده پامال میشه. سر از نو ما آغاز میکنیم یک پروسه را. من فکر میکنم در همین روند هرگاه اصلاحات میه، در همین روند تلاش های صورت بگیره تا هرگاه کمی و کاستی ها هست همین کمی و کاستی ها رفت شود. این بهتر است. جناب جریر، از یک طرف کمیسیون میگن مدیریتش ضعیف است، ما پیش روی یک انتخابات بسیار بزرگ داریم که سرنوشت افغانستان با او بسته است، این با این مدیریت ضعیف میره به برگزاری انتخابات. حزب اسلامی در این چندین میان چندین پرسش فکر میکنه که چی باید صورت بگیره؟ از نظر ما کمیسیون فعلی یک کمیسیون بسیار ناقص و ضعیف است، نمیتونه یک وظیفه بزرگ ملی را به صورت سالم و درستش انجام بده. انتخابات پارلمانی نشان داد که این کمیسیون به هیچ صورت این کمیسیون موفق نیست. ما طرفدار اصلاح کمیسیون هستیم. یک مسئله تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری، حزب با تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری موافق نیست. انتخابات ریاست جمهوری باید و وقتش انجام شود. خب این تناقض چطور حل میکنین جناب جریر؟ کمیسیون ضعیف است، کمیسیون مدیریت کرده نمیتونه، وظیفه بزرگ ملی پیش روی داره و انتخابات هم باید با وقتش دایر شود. این مشکل چطور حل میشه؟ مشکل شما چی پیشنهاد داریم براش؟ این مشکل مشکل ما و مردم افغانستان نیست، مشکل کمیسیون و دولت است. دولت باید راهکار پیدا کنه، کمیسیون اصلاح شود، افرادش تغییر میکنه، اجراءاتش اصلاح میشه، مردم باید اطمینان بتن که انتخابات ریاست جمهوری بدون تقلب و سالم برگزار خواهد شد. این مهم است برای ما. یعنی ما با اینمی کمیسیون، با اینمی وضعیت، بدون اطمینانی که باید داشته باشیم، رفتن ما به انتخابات بحران ده برابر میکنه. پیشنهاد ما ایست که انتخابات به وقت شود، بحث حکومت موقت هم به نظر ما زیاد وارد نیست. ای که افغان ها و سر یک شخص یا یک حکومت موقت به توافق برسن، این خودش هم یک داستان طولانی است. 6 ماه وقت داریم تا انتخابات. بهتر است که این انتخابات، بهتر است که دینمی زمان کار صلح به جای برسن. تشکر جناب جریر صاحب، یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز، گفتمان ادامه دارد پس از یک وقفه کوتاه.
پیشنهاد ما نظر حزبی است که حکومت موقت فعلا وقتش نیست، الا که پروسه صلح پیشرفت بسیار مشهودی داشته باشه، یک، و انتخابات هم باید به وقت زمانش انجام شود، کمیسیون انتخابات باید اصلاح شود. پیشنهاد ما در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری است که باید شوراهای ولسوالی ها و شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و سیستم انتخاباتی هم باید به امدیار تغییر کنه. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. میفهمی این پرسش هایی که مسائل شما مطرح کردن از جناب اخلاقی بپرسم. ببینین این حرفایی را که جناب جریر صاحب گفت خیلی حرفای خوب است، ولی امکان رسیدن به این که آلا سیستم تغییر بکنه، مثلا کمیسیون انتخابات اصلاح شوه و انتخابات با وقت و زمان صورت بگیره، شفاف صورت بگیره، فکر میکنین آرمان هستن؟ آیا فکر میکنین که ممکن هست؟ شما چی فکر میکنید که آیا انتخابات با وقتی صورت خواهد گرفت یا با تاخیر خواهد افتاد؟ در اون صورت حکومتی موقت با وجود ما پیوسته تاکید کردیم که بعد موضوعگیری جمعیت اسلامی چگونه است. ما پیوسته تاکید کردیم که انتخابات در موقعش باشه، پروسه ای که در 17 سال مردم براش خون دادن مختل نشوه. متاسفانه کمیسیون ها ضعفی بسیار جدی از خود نشان دادن و هیچ به هیچ دلیلی نمیتونه ما بپذیریم که یک حکومتی که باز مبنایش تقلب باشه و به اساس تقلب شکل بگیره، او را باز ما توجیه بکنیم به خاطر وقت کم یا به خاطر اینکه ما فرصتی برای یک اصلاحات بنیادی نداریم. به این ترتیب قطعا انتخابات به موقع، قطعا انتخابات شفاف، برای اینکه ما در 2014 جمعیت اسلامی صدمه بسیار بزرگی دیده، با 54% رای متاسفانه کمیسیون اومده یک تصمیم دیگه گرفته. در این زمینه ما امور رقمی که پیوسته عنوان کردیم جدی هستیم و باید همینطور باشه. خب اگر با وقتش برگزار نشد چی؟ یک عیبی کلان است. شما یک مشروعیت نیمبندی دارین که از طریق توافقنامه حکومت وحدت ملی به وجود آمده، خب این زمانش ختم میشه دیگه، شما در یک خلای مشروعیت قرار بگیرین. حالا یک بحرانی کلان برای همه مملکت است، نه برای یک جناح و یک طرف نه. به این برمیگرده به این که مدیران این کشور متاسفانه بسیار ضعفی کلان و تکراری دارن از خود نشان میتن. اما من فکر میکنم که بدون برگزاری یک انتخاباتی به موقع، ما وارد یک فازی از بحران دیگه میشویم. بسیار زیاد تشکر، سپاسگزار هستم. جناب طغرا، یک مسئله دیگر هم مطرح بکنیم که آرا امریکا بسیار فعال شده برای تفاهم یا صلح با طالبان، از طرف دیگر کشورهای منطقه هم فعال شدن، از جمله روسیه که حریف قدیمی ایالات متحده امریکا است حالا، و یک بخشی فعالیت ها به او برمیگرده. فکر میکنین که با این وضعیت که افغانستان حالا روبرو است، یک مرحله تازه از بازی های سیاسی نظامی در افغانستان آغاز شده، ما واقعا این بازی ها ما را به طرف صلح میبره یا اینکه وضعیت بیشتر پیچیده خود ساخت؟ خب ما فعال شدن امریکا، جامعه جهانی، اروپا و کشورهای منطقه را به فعال نیک میگیریم و راستای صلح ای نیازمندی جامعه است که کشورهای منطقه باید با ما همکار باشند و به خصوص ایالات متحده امریکا. لیکن چیزی که ما باید خودمون انجام بدهیم اعتماد سازی است در کشور. مدیران حکومت ما باید امو اعتماد از دست رفته را پس برگردانند. مردم ناامید شده و روز به روز درز میان ملت و دولت بیشتر میشه. اگر دست به کار نشیم، این برخوردهای سلیقوی، منطقوی، زبانی و غیره که داره امروز درزها را میان مردم و دولت ایجاد کرده، ای ما را به تباهی خواهد برد. از او خاطر در کنار نقش جامعه جهانی، ما خود ما هم باید فعال باشیم. همون رقم که فعالیت او را ما به فعال نیک میگیریم، باید فعالیت ما هم به فعال نیک گرفته شود که حکومت ما نقش احزاب سیاسی و شخصهای شاخص و تاثیرگذار جامعه را باید نادیده نگیرند و یک اجماع ملی ترکیب تمام اقوام. این اجماع ملی که شما میگین هدفتان چیست؟ یعنی اجماع ملی، تعریفی که شما میتین از اجماع ملی چیست؟
خب فعلا موضوع داغ امی لست است و هیئت است که گفته میش از طرف حکومت ترتیب داده شده. ما حرمت داریم به کسایی که در اونجا داخل هستند، ولی اشخاص هستند در افغانستان که بسیار نفوذ دارند و ما باید از نفوذ هر یک از بزرگوارا، از هر قوم و از هر منطقه افغانستان که هستند باید استفاده بکنیم تا یک راه حل معقول و منطقی برای صلح پیدا شود. تشکر از شما، سپاسگزار هستیم. جناب وثیق، فکر میکنین که بالاخره یک دو بخش بسیار عمده است که همه عوامل دیگه به دور از او میچرخه، یعنی عوامل یک عامل اصلی است در جنگ ها. همین لحظه فکر میکنم کلیدی صلح در دست کدام طرف است، در پیش کی است که نمیخواد از این کلید استفاده کنه، فقط مردم چه میکنن؟ در جریان بحثم به گونه اشارات و تبصرهایی بود، من فکر میکنم تایی که بیشتر دوست ما از اجماعی ملی یاد کرد کنی، در درون همه کتگوری ها یک اجماع باید داشته باشه، یک نظر واحد رفتن به طرف صلح که بسیار دقیق و بسیار منطقی هست. در کنار از این من فکر میکنم اجماع منطقی و بین المللی بسیار با اهمیت است، چرا جنگ افغانستان امروز ابعاد درونی و داخلی نی، بلکه بیشتر ابعاد بیرونی داره. یک مشکل ما داریم جناب وثیق که این حرفایی را که شما گفتین سال هاست که ما میگیم اجماع ملی، اجماع منطقی و چی و چی، ولی هیچ وقت چرا به این اجماع نمیرسیم؟ عامل در کجاست؟ این ببخشید ما از دوستان معذرت میخوایم و اگر کسی آزرده هم میشه، خودخواهی های انسان ها، بین که بپذیریم که یک ضعف از انسان خودخواهی انسان است که هیچ کدام ما یکی دیگه خود تحمل کرده نمیتونیم و نکردیم متاسفانه. ببینید هر کس که آمد یکی دیگه خود اینی خواست که صحنه بکشه و یک تاز میدان خودش باشه، متاسفانه این در یک چیز و همچنان نمیده در سطح منطقه و جهانم. شما فکر بکنین هر کدام کشورهای منطقه امروز میخواهی که گپای خود به اصطلاح داشته باشه در موضوع صلح و جنگ افغانستان، یعنی منافع خود جستجو میکنه، یعنی دنیایی که اینجا منافع سبب جنگ میشه کامل. پس اون تضاد منافع باید از بین برده شود. چگونه تضاد منافع؟ و من فکر میکنم تایی که یک بیلانس همین منافع همین کشورهای مختلف دنیا صورت نگیره و یک توافق بین کشورهای منطقه و جهان نباشه، همواره اگر یک کشور یک پروسه رو برانداخت دیگهش مزاحمت میکنه و این پروسه به نتایج مطلوب نمیرسه. من فکر میکنم این بسیار با اهمیت است تا اینکه او شکل نگیره و به اون نتایج مطلوب نرسن. امروز جنگ در افغانستان کل افغانها رو هم اذیت میکنه و دنیا رو هم اذیت میکنه. تشکر. در اینجا هم ثبات بر هم میزنه و در سطح دنیا هم. جناب جریر، به لحظه های آخری برنامه رسیدیم، 5 دقیقه وقت داریم، هر 4 دوست باید ابراز نظر بکنن. با این بحث هایی که شما اینجا کردین و با وضعیت، چشمانداز صلح چگونه میبینین در افغانستان؟ ما امیدوار هستیم برازی و پیشنهاد ما ایست که همه جهت های زیدخ و قضیه هم جهت های داخلی هم خارجی باید قضیه را جدی بگیرن و جهت‌های داخلی که ماها میتونیم در اون رابطه نقش داشته باشیم و امیدوار هستیم به جایی برسه این کار. ما براتون یادآور میشم که بله، طالبا پذیرفتن مذاکرات با دولت، فعلا مذاکرات غیر مستقیم پذیرفتن، ولی در آینده نزدیک شاید مذاکرات مستقیم هم بپذیرن. به هر صورت صلح یک نیاز حتمی و ضروری است، باید همه بکوشیم به این نیاز برسیم. تشکر. تشکر است. سپاس گزارم. مهربانی جناب اخلاقی. قضیه را در طالبا باید پاسخ پیدا بکنند. طالبا به عنوان یک جریان قدرت طلب چی چیزی را نصیب میشن؟ طالبا به عنوان یک جریان ایدئولوژیک چقدر تغییر میکنند؟ همشان تغییر میکنند یا یک بخش یک بخش جنگ ادامه میده؟ و طالبان به عنوان یک کسی که عمدتاً مسئله شان به ترتیب قومی مطرح شده در اشتراک قدرت
در کجای قدرت موقعیت دارند. یک بحث است. وقتی اگر قدرت مشترک ساخته می شود از مجرای انتخابات یا پروسه های مشروعی که در قانون پیش بینی شده پیش نمی رود. یک بحث دارد. گپی دیگه که در اینجا است یا نقطه دیگه، تنها سه طرفی آمریکا، حکومت و طالبان در مذاکره کافی نیستند و نمیتونن به یک طرفی خوبی این پروسه را سوق بدن. یکی از بدنه های بسیار کلانه که تا حالا نادیده گرفته شده و بدون اون سلبم که نیست حوزه مقاومت است. حوزه مقاومت هنوز حضورش در این گفتگوها به این ترتیبی نمیبینه و قطعا هم یکی از طرف های اصلی دفاع از افغانستان و مقاومت در برابر طالبان اینا بوده. این یک مسئله مهم است. اما رقمی که جامعه مدنی هم تا حالا نقشش چندان روشن نیست، احزاب سیاسی هم نقشان روشن نیست. سپاسگزار هستم از شما جناب طغرا. خب در قدم اول یک چیز باید روشن باشه که در پروسه صلح آیا دولت به طالبان میپیونده و یا طالبان به دولت میپیونده. اگر طالبان به دولت میپیونده، در او صورت باید دستاوردهای عبدالصالحی که دولت داره با حفظ این دستاوردها و چیگونه تعامل داره و با در میز مذاکره کشیده میشه، تمام جریانایی که دخیل بوده، فامیلای شهدایی که ما در افغانستان داریم، معلولینی که دادیم و یا صرف به خاطر دفاع از وطن و به خاطر دفاع از مردم و ناامیس مردم جان خود از دست دادن و احساسات فامیلای از او هم نباید خدشه‌دار شوه و دولت باید موقف خود را روشن بسازه که وقتی که طالبان این دستاوردها مسئول میمونه، تحت پوشش باید نره، ما باید دستاوردار از دست نتیم که باز طالبان با یک اجندای دیگه نیاین که پس ما امو حکومت طالبانیزم را که قبلا دیده بودیم پس سراغ از اون باید نریم. تشکر از شما جناب وسیق. شما آخرین سخنانتان رو بفرمایید. من باز هم تاکید به این دارم قسمه که آقای جلیل گفتن، به یقین که صلح گم شدیم هم افغان ها هست و هر کدام تشنه صلح است و میخواد که از هر راهی ممکن به صلح نایل بیان. ولی چیزی که صلح با اهمیت است، ما برای من حیث یک افغان برای همه کتگوری های مختلف از طالب گرفته که او یک روز به حکومت به حاکمیت رسیدن و کتگوری های مختلف همین 40 ساله شما ببینید، همه از یا هیچ کدام باید قانع باشن که به تنهایی نمیتونن مشکل افغانستان حل کنن. یکی دیگه خود تحمل بکنن و به خاطر یک آینده روشن برای افغانستان یکی خویی از پیچیدگی های این سخنان بسیار خوب. ولی شما چگونه میبینین شرایط چگونه چی چیزا به شما نشون؟ خب متاسفانه شرایطی که میبینیم یک مقدار خوب، از یک طرف ما گفتیم به خاطر که همه نیاز داریم به صلح، یعنی ما امیدوار هستیم، ولی از یک طرف که میبینیم تا هنوز هم طرف ها یعنی دامو هده یعنی قانع نیستن یا به اصطلاح معترف به این نیستن که ما به تنهایی نمیتونم. تشکر از شما. سپاسگزارم. هرگاه این قانع شدن بود مشکل حل. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان خوش باد.